سلام، این برنامه حلقه احساسات، افکار و رفتار، مرجع سایت تابناک. یک روانشناس تغییر و تحول با بیان اهمیت حلقه احساسات، افکار و رفتار گفت برای تغییر افکار منفی باید فوراً اونو متوقف کنید. وقتی که ناراحت هستید، همه ی افکار منفی شما درون مغزتون شروع به پچ پچ میکنه و حالتون رو بدتر میکنه. حتی ممکنه بر رفتار دیگران با شما هم اثر بذاره. در واقع احساسات شما بر افکارتون، افکار شما بر رفتارتون، رفتارتون بر عکس العمل دیگران و رفتار دیگران بر احساسات شما اثر میذاره که به اون حلقه احساسات، افکار و رفتار میگن. بسیاری از افراد خودشونو متقاعد میکنن که صدای منفی درون مغزشون درسته. فراموش نکنید زمانی که اون صدا رو باور کنید، بدترین دشمن خودتون خواهید شد. اگه به این احساس خودتون توجه کنید که دوستانتون بدون شما به کتابخونه رفتن و این مسئله موجب ناراحتیتون شده، موجب میشه تا این فکر در ذهنتون شکل بگیره که اونها دیگه نمیخوان با شما درس بخونن چون از دستتون عصبانین. این موضوع موجب میشه تا رفتارتون تحت تاثیر قرار بگیره و با خودتون بگین که اگه اونها عصبانی هستن، پس من هم دیگه با اونها حرف نمیزنم. در نهایت دوستانتان با دیدن رفتار شما میگن که حتی شما نمیخواید با اونها تعامل و ارتباط داشته باشید. بنابراین بدون شما به کتابخونه میرن و این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه. برای تغییر افکار منفی باید فوراً اونو متوقف کنین. میتونید از علامتی برای یادآوری به خودتون استفاده کنین. مثلا برای پرت کردن حواستون دست بزنید. نواری دور مچتون بندازین یا حتی با صدای بلند به خودتون بگین بس کن. بعد با فعالیت‌های دیگه مثل کتاب خوندن یا تلفن زدن به یکی از دوستانتون، حواستون رو بر موضوع دیگری متمرکز کنید. نکته دوم جایگزین کردنه. میتونید دلایلی برای اینکه دوستانتون به شما نگفتن که با اونها به کتابخونه برین بیارید. مثلا شاید اونها وقت نداشتن به شما زنگ بزنن یا با وجود تلاش برای تماس تلفنی با شما موفق به این کار نشدن. بهترین کار اینه که همیشه فرض رو بر احتمالات خوب بذارین. به خودتون یادآوری کنید که دوستان شما میتونن کارهای متفاوتی انجام بدن و این به معنی مهم نبودن شما نیست، بلکه فقط تفاوت دیدگاه و علایق شما رو میرسونه. با چنین تفکری به این نتیجه میرسین که مطمئنن اونها برای شما در جایگاه دوست ارزش قائلن و به شما احترام میذارن. آخرین نکته درباره تغییر احساسات، افکار و رفتار اینه که افکارتون رو بازبینی کنید. اگه یکی از افکار منفی دست از سرتون بر نمیداره، تلاش کنید بفهمین حقیقت داره یا نه. به عبارتی اون فکر منفی رو بازبینی کنید. مثلا کاری که شما و دوستانتون میتونید با هم انجام بدین و پیشنهاد کنید. اگه حس کردید هنوز اوضاع رو به راه نشده، به طور خصوصی از یکی از دوستانتون بپرسین که چرا ناراحته. کارهای دیگه ای رو برای فهمیدن واقعیت انجام بدین تا دچار سوء تفاهم یا سوء تعبیر نشین. اگه در هر موقعیتی به شما اثبات شد که واقعا دوستانتون بنا به هر دلیلی دوست ندارن با شما باشن، اونها رو ببخشید و به یاد بیارید که شما دوستان دیگه‌ای هم دارید که وقتی اوضاع خوب نیست میتونید با اونها باشید.